خیلی ممنونم دکتر. خواهش میکنم. شما چون دیدگاه بیطرف دارین، پهلوی ها چه کشوری رو تحویل گرفتن و چه کشوری رو تحویل دادن؟ در این باره چیزی نوشتین؟ بله، در این باره من مفصل نوشتم که برای اینکه وضع ایران رو در 1919 زمانی که محمد رضا نامی فرزند رضا خانی بود و در تهران به دنیا آمد، خب وضع تهران رو وضع ایران رو بیش و کم سعی کردم به تفصیل توضیح بکنم. خب مملکتی بود که در مفهوم واقعی کلمه در آستانه اون چیزی بود که ما در اصطلاح علوم اجتماعی امروز بهش دولت فروپاشیده یا failed state میگیم، یعنی مملکتی بود که پادشاهش مواجب بگیر رسمی دولت انگلستان بود، نخست وزیرش رشوه‌خوار دولت انگلستان بود، وزیرش رشوه‌خوار دولت انگلستان بود و بین 1900 تا 1918 یعنی در یه فاصله کمتر از 20 سالی حداقل 20 تا 25 درصد جمعیت و به یک روایت 40 درصد جمعیت ایران طعمه وبا و گرسنگی و آنفلوانزای اسپانیایی شدن. در برخی از شهرها مثلا کرمان 70 درصد جمعیت بالاتر از بلوغشون معتاد تریاک بودن. یکی از دلایلی که به قول اهل فن به اصطلاح فلوی اسپانیایی خیلی کاری تر میشه و کشتارش وسیع تر میشه و در ایران یکی از درصدهای بالای مرگ و میر هست، از لحاظ بهداشتی فقیر، از لحاظ اجتماعی فقیر، از لحاظ سیاسی فاسد و درصد بیسوادی، تعداد مدارس اصلا باور نکردنی، اینها مملکت رو تحویل میگیرن. البته این هم هست که وقتی سدزیا میاد برنامه کودتاش رو با انگلیس ها مطرح میکنه، انگلیس ها میگه که من مفاد قرارداد 1919 رو که شما نتونستید تصویب بکنید رو براتون اجرا میکنم بدون اینکه اسمی از قرارداد 1919 ببرم و عملا هم سعی میکنه این کار رو انجام بده. رضا خان هم در مراحل اول برای اینکه سوار کار بشه با این قول سدزیا همراهی و هم رأی میکنه، ولی 1925 مملکتی که یه ورش رو شیخ خزعل نوکر سرسپرده انگلیس اداره میکرده، یه ورش رو بلشویک ها با کمک ناسیونالیست هایی میهمپرستی مثل جنبش جنگلی داشتن سعی میکردن جدا بکنن، یه ورش پسیان میخواست جدا بکنه، یه ورش آقای قوام السلطنه در فکر این بود که خراسان رو جدا بکنه. یه چنین مملکتی رو گرفتن، رضا شاه گرفت و تا 1941 یه مملکت یک پارچه با یک صنعت در حال نوز گرفتن با یک تعداد وسیع تحصیل کرده، دخترها به مدرسه اجباری میرن، پسرها به مدرسه میرن، مدرسه عرفی شده، از آخوندان جلوی آخوندان گرفتن، برای اولین بار نظام حقوقی درست کردن در مملکتی که همش دست آخوندا بوده، زنان رو وارد عرصه اجتماع کردن، مثلا تفاوتاش مثلا غیر قابل انکاره. ولی متاسفانه این مسئله رضا شاه داشت که از لحاظ مالی نادرستی های بسیار جدی داشت. به گفته خود دولت فروغی که برگزیده و برگمارده رضا شاه بود، وقتی که رضا شاه رفت 40% کل نقدینگی مملکت به حسابهای شخصی خود او بود که خب واقعا شگفت انگیزه و قابل ایراده. مسئله سیاسی هم وجود داشت، یعنی استبداد سیاسی هم وجود داشت، قانون مشروطه رعایت نمیشد، ولی این ایراداش بود، فقدان آزادی های سیاسی و فساد مالی رضا شاه
ایرادش بود، ولی حولی که در جامعه ایجاد کرد رضا شاه به نظر من واقعا شگفت انگیزه. از راهنش بگیرید تا نظام آموزشیش، تا دانشگاهش، تا وضعیت زنانش، تا وضعیت بهداشتش. در زمانی که محمد رضا نامی به دنیا میاد، در تمام ایران یک دکتر گاینوکالوجیست تحصیل کرده وجود نداشت که خزعل اصلا برای خودش رسما قرارداد با انگلستان امضا میکرد. در یه چنین شرایطی رضا شاه میاد با کمک یه از افسرانش، مسئله شیخ خزعل رو خب با کمک زاهدی حل میکنه، یا مسئله جنگل رو با کمک انگلیس و زاهدی و دیگران حل میکنه. افسرهای دیگهی وجود داشتن، مردم وجود داشتن، برخی از شخصیت های نیهم پرست اون زمان واقعا فکر میکردن که این امید تمرکزی که ملک شعرهای بهار مثلا ازش یاد میکنه، ملک شعرهای بهار چندین شعر داره تو اون مجله دانشکدهش، بارها مقاله مینویسه که ما در ایران در شرایط فعلی احتیاجی به یک دولت متمرکز قدرتمند قانونمندی لازم داریم، کسی مثل ملک شعرهای بهار. و در آغاز خیلی ها فکر میکردن که رضا خان همون کسیست که اینا دنبالش میگردن، یه قلدر قانونمند ترقی خواه. و در خیلی زمینه ها این دقیقا اون کارهایی رو که این افرادی مثل ملک شعرهای بهار، مثل داور، ببینید کسی مثل داور که واقعا قدرش شناخته نشده به نظر من، داور یک یلیست در تجدد خواهی در ایران. داور تمام سیستم حقوقی ایران رو زیر رو کرد، قانون جنایی، قانون تجاری، قانون مدنی، تمام این سیستم رو از زیر شروع کرد و آمد و برخی از برجسته‌ترین روشنفکران و تکنوکرات های زمان خودش رو به خدمت گرفت، به کمک گرفت و این کار رو انجام داد. ابتهاج و فخرالدین شادمان و لیست همینجوری ادامه داره، کسانی که واقعا امینی، که آدمایی رو که میاد سر کار و واقعا یک نوسازی اساسی در نظام حقوقی ایران ایجاد میکنه. خاطرات ملکی رو بخونید، خاطرات کسروی رو بخونید در مورد نظام حقوقی ایران قبل از داور و بعد از داور، ولی کافیست مطالعه کنید ببینید چه تغییری ایجاد شد. تمام این قلدرهایی که تو جاده ها، تمام این نوکرهای انگلیس رو مثل شیخ فضل رو تخت کرد. یکی از اولین دعواهایی که رضا شاه با انگلیس ها میکنه و کار جدی میشه سر همین شیخ فضل، شیخ فضل رو میارن کلبسته به اصطلاح به تهران و سفیر انگلیس میخواد بره دیدارش، بهش اجازه نمیدن و شکایت میکنه، دعوا میکنه. رضا شاه میگه که شما اگر میخواهید باش دیدار کنید باید از طرق قانونی اقدام بکنید، این که همینجوری برید بگید من نماینده سفیرم میخوام باش دیدار کنم دورانش گذشته. در همون چند ماه اول به سفارت انگلیس دستور میده که شما دیگه سلاح افسرهای مسلح هندی نمیتونید به عنوان گارد اینجا استفاده بکنید. کسانی مثل داور یا فروغی، اینا روشنفکران گردن کلفت زمان خودشون بودن، اینا تجددخواهای گردن کلفت زمان خودشون بودن. اینا فکر میکردن با اون میشه مملکت رو ساخت و تا حدی هم درست میگفتن. بعدم که محمد رضا شاه آمد، در دوران او هم واقعا ارقامی که آدم نگاه میکنه، ارقام اقتصادی، ارقام اجتماعی، تعداد اشتغال زنان، تعداد تحصیل کرده ها، تعداد دانشگاه ها، تعداد مدارس شگفت‌انگیز روش کرده. منتها یه تفاوتی هم مهم میبین دوران شاه و رضا شاه هست و شاید مهمترین تفاوت است. دوران رضا شاه تعداد مساجد در ایران به نصف تبدیل شد. رضا شاه با قدرت و ایستادگی، با اینکه جمعیت تقریبا دو برابر شده در دوران سلطنتش، تعداد مساجد رو نصف کرد. محمد رضا شاه تعداد مساجد رو به چندین صد برابر بالا برد. صد برابر آقای دکتر؟ بله، ارقام اصلا شگفت انگیزه.